آخرین بار که گرفتنت اگه من افسر پروندت بودم تا تهشو میگرفتم ببینم کدوم آدم بیعقلی اسمت رو گذاشته قرقی. قرقی رفیقات بهت گفتم من کیم؟ من تو خیابون کفدار میگیرم لاشه تحویل میدم، تو تا الانم قاچاقی قرقی بودی، حالا واسه من شدی شادوس؟ شانس بوده. چرا؟ فکرش خیلی بیشتر از اینا بوده. چرا بیرونه که؟ قاضی باش را اومده. بابت؟ نمیدونم، تعهد داده. تعهد چی؟ مثلا رفته گفته اونجا من یه کار بد نمی کنم. آه، مطمئن برو بیرون. نست بود. تعهدت هم که شکوندی. هر مورد مشکوکی دیدین سریع گزارش کنید. سوژه رویت شد، راکب لباس سبز، موتور کلیک. کسی بدون فرمان من هیچ کاری انجام نمیده. تکرار میکنم، بدون فرمان من کسی از جاش تکون نمیخوره، هیچ کاری نمیکنه. توقف کرد، فقط حواستون جمع باشه، ما فقط چند ثانیه وقت داریم تا درو براش باز کنم بریم بالا سرش. همه بیاین در ماشین. بزن در چپ باشید. به مود قسم به پیری به پیغمبر، آقا من خیلی وقته یه دور خلاف و خط کشیدم، من با سیاد با اسخر شعبه بی همه چیز ببندم. باز چوشی که من نمیدونم، خودت اینجا می نویسی امضا میکنی میری دادسرا، حکمت مشروط بود دیگه. نه چشم قاضی روشن. چی میگی؟ میری میگی که من با اسخر شعبه ای بستم. چرا؟ چون اگه منو بگیرن ته تهش میفرستنم کانون اونجا، مثل دفعه قبل 3-4 تا تعهد میدم میام بیرون، ولی اگه اسخر رو بگیرن چی؟ پدرشو در میارن. به جز اینا حرف دیگه ای داری بنویس باید پروندت بره بیرون باجم. آقا هم دادسرا بدبخت میشه، من خرج خونه در میارم، این کارو نکن تو رو امام حسین. طلب داری مگه از من؟ میگم وقت منو احمدی بیرون برده بر بیرون. آقا من میگم این کارو نکن، میگه احمدی. آقا شماره قاضی تو داشتم بهت میگم. آقا من به قاضی تعهد دارم، جون ننمو قسم خوردم. حرف تکراری، قسم بی خود اینجا نداریم، چیز جدید داری میگی مینویسی میری بیرون. سری بجم یالا. باشه آقا میگم. بابا چند روز پیش در مغازه بودیم سر زهری، هیچ کار کاسبی هم نبودش. دفعه رفتم بیرون یه هوا بخورم، اسخر رو دیدم، گفتم الان چشتی چش میکنم شر میشه، پیچیدم تو چال مغازه، خودم به کار سرگرم کردم. یه دفعه دیدم صدای جیغ و داد داره میاد، دیدم اسخر گوشی زنه رو زده، زنم وضع مالی خوبی نداره. تا کجا خانواده اینا رو میشناسی ها؟ آقا من ننم شنیدم، ننم از زنای من شنیده. آقا زنم وضع مالی خوبی ندارن، شوهرش با موتور کار میکنه، چند روز پیشم شوهرش تصادف کرد، زنه میره سر کار. 5 دقیقه بعد سرقت مامور ما اومده اونجا، برای چه موقع لال بودی؟ آقا من یه عمر با اسخر کار میکردم، آقا اسخر مالو بیشتر از یه روز تو دستش نیا نمیداره، جیرینگی آب میکنه، و شما لا کار میموندید، زنم بدون مالش بود. بعدش چیکار کردی؟ آقا گفتم میرم سر پاتوق اسخر، یا امال خرش میزنم یا از خود اسخر. دیدم نه اسخر مست بود، نمیدونم چیکار کرده بود، مالو گذاشت موتورش رفت پیش مالخر. منم همون موقع دیدم بهترین موقع است، مالو زدم، شما افتادید دنبالم، خوردم زمین، اسخر مالو رو من زد. کف دستمو بو نکرده بودم که شما کمین گذاشته بودید. تو سر به زنگا کیفو زدی رفتی، ما هم اتفاقی اومدیم اونجا، تو اتفاقی کیفو انداختی، اسخر اتفاقی کیفو برداشته رفته، تو انتظار داری من این چرندیاتی که میگی رو باور کنم ها؟ باش آقا میبرم اتون بالا سر اسخر.
خدا کنه این دروغو که میگی راست باشه. فکوری میریم بالا سر اسقر. آقا همین محله کوچه روبروی در توسیه. همین خونه؟ همین خونه. این خونه چند تا در داره؟ همین یه دونه داره. الان خونه هست؟ نمیدونم ولی تو این ساعت ها میره یه فری میخوره میاد. تمامی؟ بله. تره کوچه فکوری سر کوچه کیچیک بکشی مورد مشکوک دیدیم گذارش بدیم بریم پایین. از زور منو تا شب نگردشی اگه داری زمان میخری بدون من تا صبح منتظر نمیمونم تا همین الانم هم خیلی باید با آمده. آقا خودشه فکوری سوژه جلوی ساختمون مد نظر رویت شد بریم بالا سرش بجام فکوری خود آقا چطه آقا چطه آقا چطه من کردم آقا چطه قاتل گرفتی مگه بله نه این با اون مورد فرق داره چه کن به خودم فردا میرسم خدمت چرش برو بگم رس برو آقا جونت جدده آقا اسخره که گرفتی مالم که گرفتی آقا بذار ما بریم تو رو قرار ما بریم دادسرا بدبخت میشیم این کارو با ما نکن تو رو اول فرد آقا ما رو نکن ما رو رضایت بده ما بریم آقا ما بریم دادسرا بدبخت میشیم اینقدر حرف نزن بشین سرزاد پسر